خب تو ویدیو قبلی دید که ما به یه مشکل عجیب غریبی برخوردیم. البته این مشکل همه براتون توی یه زمانی پیش میاد، ولی مشکل رو بهتون میگم که به چه صورته. اولا که من این کانست یوزر رو من اینجا حذف میکنم، خب میخوام مشکل رو برطرف کنیم. این ایف هم من اینجا حذف میکنم به این صورت و میبینید که این یوزر اینجا خالی میمونه. خب برای اینکه این مشکل رو حل بکنیم، میگم که یک این پایین اینم حذف میکنیم فعلا، این رندر رو همه این چیزایی که این بالا داشتیم رو حذف میکنیم. یا میتونیم چیکار بکنیم برای اینکه بهتر متوجه شید، اینا رو داخل کامنت بذاریم که اینجوری بهتر متوجه شید. میام پایین، map state to props رو داریم. اینجا ما state رو داریم خب، ولی state قبلی ما هم برگردونده میشه داخل map state.props. نه تنها state برگردونده میشه، بلکه یک پارامتر دیگه برگردونده میشه به نام، حالا اسمش رو میتونیم هر چی خواستیم بذاریم، میذاریم own props. خب و اینو اگه من کنسول لوگ بکنم، خب بگم که اون props مساوی با اون props، سیو بکنم اینجا نشون بدم به شما، نگاه بکنید داخل کنسول که اون props میشه یوزر 1 2 8 10 و الاخر کنسول لوگ میشه و همینجوری داره تکرار میشه. من اینو استاپش میکنم، ولی میبینید که این داره اجرا میشه و داره دونه دونه پروپس قبلی رو نشون میده و پروپس جدید هم نشون میده. پس این استیت، این اون پروپس رو نشون میده. اصلا این میتونیم استفاده بکنیم که چیکار بکنیم، ببینیم که اگر پروپس قبلی با بعدی برابر بود این درخواست API بده، اگر برابر نبود این درخواست نده. پس میام میگم که return user و میگم که state.user اینجا که ما users رو داریم، میگم که find کن ببین که یوزری که ما داریم، حالا یه یوزر اینجا به ما پارامتر برمیگردونه، یوزر اگر یوزر آیدی ما، یوزر دات آیدی ما مساوی بود با اون props دات یوزر آیدی، خب اون props دات یوزر دات آیدی، اگر اینو برای ما پیدا بکن و اینو اساین کن به یوزرز. خب و اون موقع است که ما چیکار میکنیم، میایم بالا تمام اینا رو حذف میکنیم. حالا متوجه نشدید دوباره تکرار میکنم اینو به شما، میگم که یک کانستی درست بکن که مثلا اسمش رو داریم user، اون مساوی قرار میدیم با this.props. حالا this.props.user داریم خب، ولی من میگم که this.props چون این میخوام که user رو برگردونه برای ما، به این صورت برمیگردونه. خب و الانه که میتونم بگم username. حالا نگاه بکنید باز اگه ما برگردیم اینجا ریفرش بزنیم، بازم میگه که cannot find property of name. البته this.props.user بذارید ببینیم چه اتفاقی افتاده. بذارید من اینو بردارم بکنم user که این برگردنده بشه به داخل این و این user نمایش داده بشه. ریفرش میزنیم، بازم میگه که cannot read property of name. میگه من اسم رو نمیتونم بخونم داخل این یوزری که اینجا برگرده. خب حالا بذار همین یوزر باشه، چون ما داریم اینو فیلتر میکنیم و ما اینجا داریم کاری که انجام میکنیم میدیم اینه که میگیم که props. حالا اگه ما بگیم که propsمون رو به ما برگردون، اولا بذاریم اینو کنسول لوگ بکنیم ببینیم که چی ما برمیگردونه. ریفرش میزنیم اینجا و اینم بذاریم داخل کامنت چون این دیگه جواب نمیده. یه ریفرش، خب میبینی که الان داره یوزر آیدی رو برمیگردونه با خود یوزر. یوزر رو میزده undefined و بعد fetch user رو زده. خب یوزرز که ما اینجا زدیم زده undefined، چون ما داریم state.user رو میگیریم. بذارید اینو من استاپ کنم، خب استاپ شده خوش، چون ما اینو برگردیم به حالت اولی و این میگه که برای اینکه اینو چیز بکنیم، مشکل حل بکنیم، میتونیم بیایم چیکار بکنیم اینجا، بگیم که اگر not، همون قبلیه رو بیاریم بالا، if not user return null. خب اگر کاربر وجود نداشت return کن null که این به ما چیزی به ما چیز بعدی به ما برنگردونه. ریفرش میزنیم ببینیم که آیا ارور دیگه ای داریم یا نه. و خب ارور بعدی اینه که میگه که ID رو نمیتونم بگیرم، ID اینجا. بچه ببینید اینجا یک اشتباه بدی کردیم. خب اینجا دیگه ارور رو نباید بده، چون
کاربر وجود نداره. پس اینو ما انجام دادیم. خب اینجا نگاه بکنید، باز اگر نولو بردارید این اتفاق میفته. بعد این چک رو بذارید که ببینید که هر موقع اگر کاربر وجود نداشت نول به ما ریترن بکنه، چون بعضی وقت کاربر وجود نداره. پس اینو ریفرش میزنیم، اینم کلیر میکنیم که ببینید که آیا نشون داره میده یا نه. از اون پراپس یوزر آیدی داخلش داره، میگیم برو فایند کن. حالا راهش چیه و چطوری میتونیم این مشکل رو حل بکنیم، توی ویدیوی دیگه به شما میگم که از لودش باید استفاده بکنیم و این کار رو انجام بدیم.